سلام دوستای گلم به جلسه 25 ام آموزش مقدماتی CSS خوش آمدید در این جلسه قصد داریم که با ادامه پراپرتی های بردر آشنا بشیم فقط یه نکته از جلسه قبل اونم اینه که من اومدم و ویتس بردرم رو گذاشتم 8 پیکسل و استایلش رو گذاشتم این ست تا بهتر متوجه بشید وقتی میگم گرافیکی تر میشه یعنی که چطور گرافیکی میشه میبینید که برد های بالا مشکی و بردر های پایین یه ذره خب میریم سر اصل مطلب همونطور که میبینید گوشه های بوردر های ما به صورت مستطیلن ما میخوام اینا رو به صورت خمیده رسم کنیم میام اولین این بردر میذارم دو پیکسل که زیباتر بشه و میام از بردر رادیوس استفاده میکنم گذاشتم ده پیکسل کنترل فنج میبینید که خیلی زیبا تمام گوشه ها رو برای ما خمیده میکنه اگر بذاریمش دو پیکسل این خمیدگی کمتر مشهوده ببینید خیلی کم خب ما میذاریم رو همون ده پیکسل باشه سیو میکنم خب ما میتونیم به صورت دستی هر کدوم از گوشه که دلمون خواست رو خمیده کنیم من اینجا رو برمیدارم و میام جای این میذارم سیو میکنم ببینید فقط گوشه پایین خمیده شدن گوشه بالا خمیده نیستن چرا چون ما گفتیم بردر تاپ لفت بردری که بالاست و گوشه سمت چپه رادیوسش صفر باشه یعنی خمیده نشه گوشه راستش هم همینطور خمیده نشه ولی گوشه های پایین دوتاشون خمیده بشن خب ما میتونیم به صورت اختصاصی بردرها ها رو رسم کنیم یعنی چطور من میام و اینا رو پاک میکنم فعلا و بردر لفت یه پیکسل سالید بلک یعنی به صورت اختصاصی بردر رسم کنیم یه سمتشو می‌بینید که فقط سمت چپش اومد و بردر بلک به خودش گرفت میتونید ببینید بردر تاپ سایف میکنم فقط بالاش قرار گرفت شما میتونید این کارم انجام بدید حالا ما میایم و به صورت اختصاصی طرف این رو کنترل کنیم یعنی من میام بردر لفت و استایل رو مثلا میخوام الان تغییر بدم استایل مثلا داد داتت میخوام بذارم سیف میکنم میخوام ببینم برده سمت چپ چه اتفاق میفته برده سمت چپ به صورت نقطه ای شد میتونم تاپ رو این کار رو انجام بدم ببینیم فقط تاپ این نقطه ای میشه میتونیم با کالر هم این کارو بکنیم بردر تاپ کالر بیام و کالرش رو تغییر بدم مثلا بذارم یلو نمیدونم مشخصه یا نه خیلی تصویر ولی میبینید که به صورت یلو برای ما ترسیم شد میتونیم ویتش هم تغییر بدیم مثلا بیایم به جای این کالر به این ویت مثلا 8 پیکسل باشه قطر بالاییش میخوایم خیلی زیاد باشه ببینیم میبینید که قطر بالایی رو میتونیم تغییر بدیم این تغییرات رو میتونیم در چهار جهت اعمال کنیم مثلا میذارم با سیو میکنم حالا میاد و پایینی رو برای ما زخیم میکنه در جلسه بعد انشالله با دیوها آشنا میشیم که پرکاربردترین تک ها توی اشتیمل